سلام، تو این ویدیو قرار نحوه کار و پرواز با هواپیمای بمباریر CRJ-200 که ساخته شرکت جیرولان هست رو تا حد امکان نزدیک به واقعیت شبیه سازی بکنیم. دوستان لطفا توجه کنید ویدیو رو جلو نندازید. تا اونجایی که امکانش بوده ویدیو کوتاه و مختصر شده. هر اتفاقی که میفته توی ویدیو یا کلیدی عوض میشه، نمیدونم چیزی تغییر میکنه، همه رو با دلیل من بیان کردم. خواهش میکنم ویدیو رو جلو نندازید که متوجه تک تک کارهایی که انجام میشه بشید. این سبک از ویدیو برای کسانی هست که خیلی از بیسیک های هوانوردی و کنترل هواپیما رو بلدن و فقط علاقه به یادگیری تایپ های دیگه ای رو دارن. چون اگه بخوایم نحوه کار تمامی سیستم های هواپیما و همچنین بیسیک ها رو توضیح بدیم، تایم ویدیو به شدت طولانی میشه. هر چیزی که توی این ویدیو میبینید و امکان داره براتون سوال پیش بیاد که این چگونه هست، چطوری کار میکنه، چجوری من این رو حالا فعال کنم، انجام بدم و و و، همه این سوالات شما برای ما پیش بینی شده و برای هر کدوم یک ویدئویی به خصوص تهیه و پست شده. پس حتما تا اونجایی که میتونید تمامی ویدیوهایی که پرشین اکسپلین آپلود کرده رو ببینید، چون خیلی هاشون به همدیگه مرتبطن و اون ویدیوهای کوتاه هستن که میتونن شما رو به سطح این ویدیوی آموزشی برسونن. حتما اونها رو ببینید، جواب اکثر سوالاتتون توی ویدیوها هستش. اگر نبود اون موقع میتونید از طریق راه‌های ارتباطی با من در ارتباط باشید. همینطور تمام چیزهایی که توی این ویدیو میبینید، مثل خود شبیه ساز، هواپیماهایی که استفاده میشه، پلاگین هایی که استفاده میشه، کیفیت بالایی که این شبیه ساز داره، همه و همه اینها رو میتونید به صورت رایگان، کاملا رایگان، از گوگل درایف های پرشین اکسپلین دانلود کنید. آموزش نصب تک تکشون هم توی فایل ها هست. توضیحات بیشتر رو میتونید توی ویدیوهای بخش معرفی افزونه های پرشین اکسپلین، حالا چه توی آپارات، چه توی یوتیوب و چه توی اینستاگرام ببینید. جیرولان توی دیتیل این هواپیما میشه گفت فوق‌العاده کار کرده. تا اونجایی که من شنیده بودم این هواپیما در اصل برای اکسپلین 10 درست شده و بعدن کانورت شده به اکسپلین 11. برای همین شاید حالا دکمه هاش از لحاظ عمل کرد یکم متفاوت باشن با اکثریت هواپیمایی که حالا ساخته میشن برای اکسپلین 11، اما خب هواپیمای فوق‌العاده ای، پرواز باهاش جالبه چون اتوپایلتش خیلی حرفه‌ای و کامل نیست. به طور مثال اتو تراتل نداره و مدام باید حواسمون به تراتل باشه، یا اینکه سی دی یو زیاد قوی نداره و خیلی چیزا رو، خیلی ویپوینت ها رو باید خودمون به صورت دستی وارد بکنیم. اما خب در کل هواپیمای باحالی هست. فقط چیزی که برای خیلی ها پیش اومده، فیلر های این هواپیما رو حالا چه توی تنظیمات خود اکسپلین ببندید، چه به هر روش دیگه ای، متاسفانه بعضی وقتا موقع روشن کردن انجین یکی از انجین ها، یا حالا بعضی وقتا پیش میاد دوتاشون آتیش میگیرن و تنها کاری که میشه کرد اینه که سریع اون فیلر رو فیکس بکنید، نه اینکه پرواز رو از اول اجرا بکنید، نیازی نیست، فقط کافیه که سریع اون فیلر رو فیکس بکنید. بریم دیزاین داخلی رو هم ببینیم. الان البته نورها خاموش هستن، هوا هم که ابری، زیاد نور خارجی زیادی نداریم ببینید، اما خب به این صورت هست. این رو هم میشه اینطوری برداشت. اوکی، بریم که اطلاعات پرواز امروز رو بهتون بگم، بعد بریم برای شروع. امروز قرار از فرودگاه ترابزون با ایکاوکود لیما تانگو چارلی گولف بریم به فرودگاه سمبوگا با ایکاوکود لیما تانگو آلفا چارلی و مدت زمان تقریبی پرواز 1 ساعت و 29 دقیقه خواهد بود. بریم که روت رو هم چک کنیم. من از نویگراف استفاده میکنم، شما اگر نداشتید میتونید از سایت های مثل سکای وکتور هم استفاده بکنید. از رانوی 29 تیک آفمون رو
انجام میدیم، وارد SID TMM1 مایک میشیم که به این صورت سریعا بعد از تیک آف، بعد از رسیدن به اولین وی پوینت وارد این مسیر میشیم و روت اصلیمون رو ادامه میدیم. بعد از تیک کردن روت به استار ایلها وان اکو میرسیم که به این صورت از این وی پوینت میاد به این قسمت. اینجا یه دونه هولدینگ هم داریم برای اینکه بتونیم یه دور کامل بزنیم و خیلی راحت در ابتدای اپروچ قرار بگیریم. اپروچمون هم ILS Z Runway 03 Right هست که به این صورت هست که میبینید. که وارد این هولدینگ بشیم خیلی به نفعمون هست، چون خیلی چرخش زیادیه این برای ورود به اپروچمون. اما خب اگر به این صورت بیایم وارد این هولدینگ بشیم و در ابتدای اپروچ قرار بگیریم به صورت دستی، خیلی کار عاقلانه ای هست. بریم که طبق چک لیست فلایت رو شروع کنیم. امیدوارم چیزی رو جا ننداخته باشم. فولم پیلود ست. آقا یه لحظه اینجا یه پاوز بدیم، من یه چیزی رو توضیح بدم. الان موقع ادیت متوجه شدم که یادم رفته حالا توی رکورد ویدیو براتون توضیح بدم. در ادامه ویدیو که پلی میشه و میبینید، یه روشی رو دارم بهتون معرفی میکنم که از طریق CDV که توی هواپیما قرار داره میایم و فقط مقدار فول رو بهش میدیم، اما خب هیچی دیگه برای پیلود و اینا نمیمونه. اما یه کار دیگه هم میتونید بکنید، یعنی در اصل اصولی ترش این کار رو همه انجام میدم با بمباریر CRJ200J رولان. اونم اینه که برید توی قسمت تنظیمات هواپیما، همون اصلا صفحه لودش، همون قسمتی که کاستومایز رو میزنید، تو قسمت ست کردن فول و پیلود اونجا اعدادتون رو وارد کنید. خب بریم که ادامه آموزش رو ببینیم. طریقه ست کردن فول و پیلود این هواپیما اینه که باید این CDU رو بیارید روی MCDU منیو کلیک بکنید، پلان منیو، و اینجا توتال فولتون رو وارد بکنید. تنها چیزی که میشه توی این هواپیما وارد کرد توتال فولی. فکر نکنم نیاز به این باشه، میتونیم به خود CDU هم بریم. خب توتال فولی که سیم بریفمون داده 2700 کیلوگرم هست. آها این واحدش پوند هست، من به کیلوگرم اکسپورت گرفتم، مشکل نیست، سریع تبدیلش میکنیم. دو هزار و هفتصد میشه 5000 و بگیم 960. این رو اینجا وارد میکنیم، اکسترنال پاور رو هم کانکت میکنیم. ادامه چک لیست. گراند جی پی یو کانکت، باتری آن، اکسترنال پاور ای سی سویچ آن، اینترنال لایت ست از ریکوایرد. خب این پنل لایت ها رو یکم زیادش بکنیم، دیسپلی زیاد هست، یکم هم چون هوا تیره هستش فلوت لایت رو زیاد میکنیم. این بر هم که زیاد قابل تغییر نیست. ببینیم اینجا باز هم یک سری تنظیمات داریم و فکر کنم دیگه تمام هستش. اوکی. بیگن لایت سویچ. آن نو لایت سویچ. آن لوگو لایت رو هم روشن میکنیم چون نور زیادی نداریم. بعد وینگ لایت توی این هواپیما ببینید شبیه سازی نشده، متاسفانه روشن نمیشه. دور اوپن. در هواپیما رو هم باید به صورت دستی برید باز کنید. حالا من این رو باز میکنم. اینجا یک دستگیره قرمز داره، این رو پایین بکشید در هواپیما باز میشه. ground handling set as required. خب به غیر از GPU همه رو با هم درایو اپ میکنیم.
ادامه چک لیست IRS selectors تو nav فکر کنم IRS ها پایین باشن. آره emergency light switch آن. ببینید این مود آرم نداره، فقط آن و آف داره، پس اجبارا آن میکنیم. 3A hydraulic switch، این 3A رو آن میکنیم. یا دمپر سویچز آن. کابین پرشر پانل ست. خب کابین پرشر پانل به این صورت هست که باید این مانیتور رو در اختیار داشته باشیم و لندینگ التیتودمون رو اینجا ست کنیم. طبق چارتی که ما داریم ارتفاع رانوی فرودگاه مقصد 3099 هست، که این رو اینجا اگه توجه کنید داره تغییر میکنه. خب میشه گفت دیگه نزدیکترین حالت ممکن هستش. این رو دوباره برمیگردونیم. پک سویچز آن، التیمیتر ست، و بعدش میتونیم CDU رو ست کنیم. از اونجایی که فلایت پلان من قدیمی هست، میریم که یه التیمیتر جدید برای این فرودگاه به دست بیاریم. لیما تانگو چارلی گولف. التیمیتر این فرودگاه 3000 هست. خب من این یوک رو جلو دید بردارم. ظاهرا یکم باید بیام جلوتر. اوکی آلتیمیتر رو اینجا می نویسه 3000. اوکی ببینیم برای فرست آفیسر هم ست شد. بله هر دو سینک هستن. خب بریم برای ست کردن سی دیو. وارد FMS 1 میشیم. ببینید زیاد چیز خاصی رو نمیشه توی این ست کرد، چون گفتم بیشتر حالت اتوپایلوتش دستی هست و باید به صورت دستی اطلاعات رو بهش بدیم. اینجا بیشتر جنبه اینو داره که بتونیم waypoint ها رو براش تعریف بکنیم. سیتوس رو یه لحظه چک کنیم ببینیم چیز خاصی نیاز هست. خیر. خب میریم به پوزیشن اینیت، فرودگاه که توش قرار داریم. و این مختصاتش رو اینجا پیست میکنیم. این به بخش فلایت پلان، فرودگاهی که قرار هست بریم. لیما تانگو آلفا چارلی. فلایت نامبر همونها اگر ننوشتید چیز مهمی نیست، ولی خب امروز برای ترکیش ایرلاین کار میکنیم. TRK به طور مثال 407. میریم به بخش Departure and Arrival، Departure رو انتخاب میکنیم. طبق Flight Plan رانوی که قرار است تیک آف کنیم رانوی 29 هست و SID Terminal 1 Mike. خب Next Page رو پیدا کنم. Terminal 1 Mike این رو Execute میکنیم. دوباره برمیگردیم به فلایت پلان و ادامه روت رو وارد میکنیم. میبینید که یه قسمتش رو اینجا نوشته و باقیش رو باید توی صفحه بعدی وارد کنیم. خیلی روت کوتاهی هست. یونیفرم ویسکی 71 ایلهان همین بود. دوباره برمیگردیم به بخش Departure and Arrival. این بار Arrival رو انتخاب میکنیم. ستاری که بهمون داده ایلهان 1 اکو. ایلهان 1 اکو و همینطور ILS. من ILS Z رو انتخاب کردم. ILS Z Runway 03 Right. باید پیداش کنیم.
بسیار عالی، اصلا نداره. برای آها، و نوامبر انتخاب کردم، شرمنده، مشکل از من بود. باید وان اکور رو انتخاب میکردم. درست شد. آیلس Z03 این رو هم انتخاب میکنیم و اگزیکیوت. به فلایت پلن برمیگردیم، یک بار روت رو یه چک بکنیم. اوکی، حالا بیایم به بخش لگز. ببینید اینجا خیلی مهمه که ویپوینت های ستار و اپروچتون رو چک بکنید، چون خیلی وقتا دقیق این ویپوینت ها اینجا وارد نمیشن. چیزی که طبق فلایت پلن ما اینجا داریم، از ویپوینت اکمک حالا با هم چک میکنیم. بعد از اکمک ایلهان هست، درسته. بعد از اون ANK یا همون آنکارا، درست هست. حالا باید بیایم به صفحه بعدی. و بعد از اون فلایت پلان چیز خاصی به ما نداده دیگه، وارد اپروچ میشه، وارد سارمون میشه. اوکی، گفتیم که بعد از ایلهان میاد به آنکارا و از آنکارا هم اسکار مایک 03 رایت، درسته. مایک مایک 03 رایت، خب این رو اینجا نداریم، به جاش LTAC هست که همون کارکد فرودگاهمون هستش و این هم برای گو راوند. اوکی، ظاهرا این بار شانس با من یار بوده، همه چی درسته شده. اما اکثر موقعی که حالا من پرواز میکردم اطلاعات استار رو دقیق نمی نوشت و باید خودم به صورت دستی ویپوینت ها رو وارد میکردم براش، ولی خب این بار ظاهرا درست هست. خب ظاهرا چیز خاصی نمیمونه. سی دیو هم ست شد. بریم برای ادامه چک لیست. فلات دایرکتور سویچ آن. خب فلات دایرکتور رو ما روشن میکنیم، فقط قبلش بیایم یک سری اطلاعات رو هم اینجا ست بکنیم. اول بیایم به این قسمت، من این مودش رو تغییر بدم به اون مود آرک به اصطلاح، رنجش رو هم کم میکنم. اوکی، نف سورس رو حتما ببینید الان روی نوه یک هست، این موقع آیلس به درد ما میخوره. الان ما روی FMS میذاریم که اطلاعات ویپوینت ها رو از CDU مون بگیره. اوکی، اینجا همه چی خوبه. ببینید از اونجایی که V1 روتیت و V2 رو ما نداریم و محاسبه کردنش هم حالا توی داکیومنت های خود هواپیما هست میتونید یاد بگیرید، اما الان من انجامش نمیدم. برای همین خودمون یه سپید معقول براش ست میکنیم. ببینید اینجاها داره سپید تغییر میکنه، میتونید مشاهده کنید. من 170 رو در نظر میگیرم که شاید هم حالا زیاد باشه، ولی میگیم که این باشه. هدینگ هم هدینگ رانوی رو بهش میدیم. اگر چارت رو نگاه بندازید، بعد از تیک آف باید هدینگ 288 داشته باشیم. پس من هدینگمون رو که خیلی ریز اینجا نوشته میشه روی 288 چک میکنم، ست میکنم. و همینطور التیتودمون رو هم روی کروز التیتود، که اگر حالا فلایت پلان رو نگاه بندازیم این که 32000 پای رو بهمون داده. ببینید دوستان، قاعدتا طبق فلایت پلانی که آپدیت و بروز هست باید پیش برید، اما من چون یک فلایت آموزشی هست و قصد دارم خیلی چیزا رو توضیح بدم، اجبارا ارتفاع رو کم ست میکنم. اما شما باید درستش اینه که طبق فلایت پلان پیش برید، چون فلایت پلان میاد بر اساس اطلاعات آب و هوایی اون ارتفاع رو به شما میده. من 28000 پا ست میکنم.
اوکی. ۸۰۰۰ ست شد. خب اینجا چه مودهایی رو باید فعال کنیم؟ ببینید اول مود نو رو فعال میکنیم که طبق سیدیومون اطلاعات ویپوینت ها رو بگیره و به اون سمت ها بره. بعدش هم سپید رو فعال میکنیم. حالا من زمانی که سپید رو فعال میکنید به روی ست ست میشه. سعی میکنم دوباره برش گردونم به 170 تقریبا. اوکی. الان کاری که کردیم اینه هواپیما سعی میکنه سرعت رو تا 170 بالا ببره و بقیهش رو با ورتیکال سپید جبران میکنه و ورتیکال سپید زیادی بهش میده. به این صورت ارتفاع میگیریم. نف هم که دیگه برای اطلاعات ویپوینت ها هست. ادامه چکلیست. نف سورس تو FMS این را انجام دادیم. APU power full switch on. این باید سب بکنیم که ببینید door close برای APU باید باز بشه. الان باز هست. اوکی. APU switch start. منتظر میمونیم که APU available بشه. فکر کنم خیلی سریع اویلیبل بشه، ریل تایم نیست. APU اویلیبل شد. میتونیم جنراتورش رو روشن بکنیم. الان جنراتور APU روشن هست. اکسترنال پاور رو که خاموش بکنیم برق هواپیما روی APU میفته. APU LCV switch open. Isolation switch open. Hydraulic pump switches to auto. همه اینها رو به مود auto میبریم. Left and right boost pump switches on. Left و right رو on میکنیم. الان آماده ایم برای انجام push back. بریم برای before pushback checklist. Ground handling set as required. همه رو drive away میکنیم. Door close. Okay. این در رو هم ببندیم. Ground GPU disconnect. No smoking switch and seatbelt switch to auto. میتونیم ماشین پوشبک رو صدا بکنیم. فقط رانوی که قرار بود تیک آف کنیم اجازه بدید من یک لحظه چک کنم. رانوی 29 هست. اگر مپ رو یه نگاه بندازیم رانوی 29 سمت چپ ما قرار داره. پس دماغه هواپیما سمت چپ قرار میگیره. Ground cockpit. Please show me where you want to go. نگران ماشین های گراوند هندلینگ هم نباشید. زمانی که پارکینگ بریک رو ریلیز بکنیم خودشون ناپدید میشن. Winching strap and adapter in position. Release parking brake when ready to start pushback. اوکی. من دستا رو بدم بالا. اوکی. پارکینگ بریک رو ریلیز میکنیم. خب داره هواپیما رو میکشه. اوکی. بریم برای استارت آف چک لیست. پک سویچز آف. پک ها رو اگر من پیدا بکنم. اوکی. اجازه استارت انجین هم بهمون داده شد. ایگنیشن ای سویچ آن. میتونید ای یا بی رو حالا هر کدوم رو خواستید روشن بکنید. لفت انجین استارت سویچ استارت. سب میکنیم که اندو به نزدیک های 20 برسه و سریعا فول رو بهش اضافه میکنیم.
امیدوارم که موتور آتیش نگیره. لف انجین روشن شد، رایت انجین رو هم به همون ترتیب روشن میکنیم. سعی میکنیم که اندو به نزدیکای 20 برسه و سریع هم فول رو بهش اضافه میکنیم. Operation complete. Set parking brake. Disconnecting tow. Stand by. رایت انجین هم روشن شد. ادامه یه استارتاپ چک لیست. جنراتور سویچز آن، APU جنراتور سویچ آف، APU LCV آف، ایزولیشن سویچ آف، APU سویچ آف، APU پاورفول سویچ کلوز، Ignition A switch off, pack switches on, window shield heat switches to high. خب من این رو پیدا بکنم کدوم هست فوق العاده میشه. فکر کنم اینها باشن. بله همین بود. Prop heat switches on. Bypass pin has been removed. Hand signal on the right. We'll see you next time and have a safe flight. Okay, hand signal on the right. Anti-ice که فکر نکنم نیاز داشته باشیم. دمای هوا الان چک کنیم ببینیم چقدر هست. دمای هوا کو دمو نداریم. آیناش دمای هوا 8 درجه سانتیگراد فعلا نیازی نداریم. Flaps 8. لب رو هم روی 8 ست کنیم. این چه فلاپی هست؟ همین هستش فکر کنم. هند سیگنال هم که فکر کنم داده شد دیگه غیب شد. اوناش. اوکی. تاکسی لایت رو روشن میکنیم. ریلیز پارکینگ بریک و میتونیم تاکسی رو شروع بکنیم. ابتدای رانوی رسیدیم. اینجا توقف کامل میکنیم برای انجام before take off checklist. taxi light switch off. landing light ها رو on میکنیم. strobe رو هم همینطور. transponder هم که نیازی نداریم. آنلاین بازی نمیکنیم. autopilot هم که set هست. فقط یه چیزی رو من یادآوری بکنم، این هواپیما اتو تراتل نداره. از ابتدا تا انتهای پرواز باید خودتون تراتل رو کنترل بکنید. از حواستون باشه هیچ وقت وارد رد لاین ها نشه و این به اصطلاح خطهای سبز به قرمز تبدیل نشن. و موقعی هم که هواپیما به ارتفاع کروز میرسه باید خیلی حواستون باشه که به چه مقدار این تراتل رو ست بکنید. از دوربین بالا برای یه لاین اپ بهتر کمک میگیریم. اوکی، تراتر رو تا جایی که وارد رد لاین نشه زیاد میکنیم. یوک رو پایین نگه میداریم.
18 knot. Check. Rotate. Positive climb rate, gears up. سریعاً فلاپ رو آپ میکنیم، اتوپایلوت رو روشن میکنیم و سرعت رو به 250 نات افزایش میدیم. این چیزی که من میبینم ظاهرا از CDU دستور نمیگیره. من یکم رنج رو زیاد کنم. خب نه، اشتباه میکردم. خط سفید دقیقا خطیه که باید طی کنه. ترانزیشن آلتیتود این فرودگاه 12000 هست. اوکی، بس فعلا وقت داریم. چکلیست رو یه نگاه بندازیم. After takeoff checklist, gears up, check, flaps up, check, anti-ice که الان دیگه بهتر روشن بکنیم. Anti-ice ها رو روشن میکنیم. 10000 پا رو رد کردیم، میتونیم لندینگ لایت ها رو خاموش بکنیم. همینطور سرعت رو به نزدیکای 290 نات ببریم. Landing light switch off, altimeter standard. خب داریم به 12000 نزدیک میشیم، میتونیم altimeter رو هم استاندارد بکنیم. فکر کنم اگر روش کلیک بکنیم بله به 2992 برمیگرده. خب دوستان، به کروز آلتیتودمون رسیدیم. همونجور که گفتم خیلی باید حواستون باشه زمانی که ورتیکال سپید هواپیما صفر شد و در واقع هیچ ارتفاعی نمیگیره، باید خیلی سریع حواستون جمع باشه و تراتل رو کم کنید. و حالا در این حین انقدر با تراتل بازی کنید، انقدر کم و زیادش بکنید که بتونید روی اون سرعتی که خودتون ست کردید سرعت هواپیما باقی بمونه. خب چکلیست خاصی برای کروز نداریم، فقط بریم از ورتیکال سپید کلکیولیترمون استفاده بکنیم ببینیم که کی بهترین تایم هست برای تاپ آف دیسنت یا همون شروع کم کردن ارتفاعمون. من از قبل اون رو آماده نکرده بودم، ولی خب من نمی‌دونستم شاید برای این هواپیما نیاز باشه، ولی خب اشکال نداره الان ازش استفاده میکنیم. من اعداد قبلی رو پاک کنم. خب ببینید الان ما به این دومی نیاز داریم. current altitudeمون 28000 پا هست. ارتفاعی که قرار هست بریم، ارتفاع ابتدای اپروچمون 6500 هستش. این رو هم اینجا وارد میکنیم. میخوام با ورتیکال سپید منفی 1500 دیسنتمون انجام بشه و گراند سپید تقریبیمون الان، اگر یک مقدار من سرعت رو کم کنم، الان 380 هست. ما همینو در نظر میگیریم. هر چقدر بیشتر باشه ایرادی نداره، اما کمتر باشه مشکل پیش میاد. اینجا بهمون میگه که 79 ناتیکال مایل قبل از اون ویپوینتی که میخواییم باید شروع کنیم به کاهش ارتفاع. خب بریم حساب کنیم ببینیم چقدر میشه این 79 ناتیکال مایل، یعنی تقریبا کی. ویپوینتی که ما مد نظرمون هست آنکارا هستش، ANK. خب کلکیولیتورمون رو بیاریم. یه 49 ناتیکال مایلی داریم قبل از خود ANK تا برسیم به اون. یه 11 ناتیکال مایلی داریم،
یه 39 ناتیکال مایل. خب ببینید تا اینجا 60 ناتیکال مایل توی کلکیولیتور به دست آوردیم که 79 بگیم، اصلا بگیم 80 ناتیکال مایل. اوکی خب یعنی ما الان 20 ناتیکال مایل کم داریم. زمانی که عدد قبل از وی پوینت اکمک به 20 ناتیکال مایل رسید، ما دیسنتمون رو با ورتیکال سپید 1500 شروع میکنیم. خب سرعت هم هنوز یک مقدار زیاد هست. پس فعلا شما رو با این هواپیمای زیبا تا نزدیکای تاپ آف دیسنت تنها میذارم. خب همونجور که میبینید تقریبا 30 ناتیکال مایل مونده به وی پوینت اکمک. اینجا هم میتونید این عدد رو ببینید. اما از اونجایی که گراند اسپیدمون خیلی پایین اومده، یک بار دیگه ما میایم محاسبه بکنیم ببینیم چقدر لازم هست. خب گراند اسپیدمون 343، تقریبا میگیم 350. حتی فاصله که بهمون گفته 72 ناتیکال مایل، 73 تقریبا. خب دفعه قبل که تا قبل از این 60 بود، الان چقدر میخواییم؟ 13 میخواییم. خب یعنی 13 ناتیکال مایلمون مونده به این وی پوینت، کاهش ارتفاعمون رو شروع میکنیم. خب 16 ناتیکال مایلمون مونده، گفتیم که سر 13 باید کاهش ارتفاع رو شروع کنیم. بیایم التیتود ابتدایی اپروچمون رو ست کنیم که 6500 هست. اوکی همینطور ورتیکال سپیدی که میخواستیم، بعد من ورتیکال سپید رو نمیبینم. آها ظاهرا باید ورتیکال سپید رو فعال کنیم و بعد خب تراتل رو یکم کم میکنم، ورتیکال سپید رو فعال میکنم و ورتیکال سپید منفی 1.5 رو براش وارد میکنم. دیسنت ما شروع شد. دیگه سعی میکنیم اینقدر با تراتل بازی کنیم که سرعت رو در همون مقداری که حالا خودمون میخوایم نگه داره. به ارتفاع 11500 پایی رسیدیم. چون داریم به 10000 پا نزدیک میشیم، لندینگ لایت ها رو از همین الان روشن میکنیم. سرعت رو هم به 230 نات کاهش میدیم. و بعد از کاهش سرعت باید سریع محاسبه بکنیم که چه ورتیکال سپیدی لازم هست. هرچند این علامتی که اینجا هست رو خیلی راحت میشه دید و مشخص میکنه که با این ورتیکال سپیدی که داریم میریم کجای این مپ حالا به اون ارتفاع مورد نظرمون میرسیم. برای کمک به کاهش سرعت میتونیم از سپید بریک هم استفاده بکنیم. اوکی کافیه. الان توی ابراهیم یا اینکه خیلی مهه نمیدونم. خب
ترانزیشن التیتود این فرودگاه 10000 هست، پس سری بریم التیمیترش رو به دست بیاریم. لیما تانگو آلفا چارلی. التیمیتر این فرودگاه 2991 هست. خب زیاد تفاوتی ایجاد نمیکنه. یه دونه این رو تغییر باید بدیم. آها نه، بارو هستش. خب همونجور که میبینید یک مقدار زودتر میرسیم. یکم من ورتیکال سپید رو بالاتر میبرم، یک قسم مثل این که خوب هستش. این رنج رو هم بازم کم کنیم. خب از جایی که همونجور که حدس میزدیم باید یه دور خیلی سریع بزنیم، پس میایم با هدینگ یکم هواپیما رو به صورت دستی کنترل میکنیم که یه چرخش مستقیم داشته باشیم. روی مود هدینگ قرار میگیریم. هوا هم که بارونیه. این وایپراش کجان؟ الان اصلا مهم نیست، حواسمون به لندینگمون باشه. سرعت یک مقدار کم شد، باید یکم تراتر رو زیاد بکنیم. در این میان سری میایم به CDUمون، قسمت رادیو. اصالت اتوماتیک برش رو میداریم نوه 1 و 2 رو و اطلاعات آیلس رو وارد میکنیم. فرکانسمون 110 ممیز 3 هستش. 110 ممیز 3. اوکی، چکلیست رو اینگه بندازیم. Altimeter set, nav 1 and 2 to manual, nav 1 and 2 set. nav source رو فعلا تغییر نمیدیم. کورس رو هم زمانی که nav source رو روی nav گذاشتیم میتونیم set بکنیم. فعلا در حال دور زدن هستیم. خب اینجا سری میایم این قسمت دایرکت به آنکارا رو اینجا وارد میکنیم و اگزیکیوت رو میزنیم. حالا میتونیم نب رو فعال کنیم، میگه خودش میره به ویو پوینت آنکارا. بذارید ما هم هدینگش رو با این ویو پوینت ست کنیم، 353. خب هدینگمون 353. حالا میایم نف سورس رو روی یکی از نف ها، نو 1 یا 2 میذاریم، زیاد تفاوتی ندارن. مرسی که اصلا تغییر نمی کنی. خب الان روی نو 1 قرار گرفته و میبینید که فکر کنم روی مود هدینگ سلکت بره الان و الان سعی میکنیم با لوکالایزر هماهنگ بشه. کورس رو وارد میکنیم که چقدر هست؟ 32 درجه. 32. بسیار عالی. و اپروچ رو میزنیم. الان دیگه باید با لوکالایزر و گلایدسکوپ خودش ست بشه. البته امیدوارم انشالله که ست میشه. اینجا مشخص میکنه که این چرخش رو انجام میده یا نه و بله میبینیم که چرخش رو انجام داد. خب طبق چیزی که اینجا نوشته، اول از همه تا یادم نرفته سپویلرها رو بیایم آرم بکنیم.
آرم آرم این هم فکر کنم اینطوری باید باشه. خب اینجاها منطقا باید کاهش ارتفاع شروع میشد. آها نه یکم جلوتر هست. اگر شروع نشد که خودمون باید به صورت دستی یه کاریش بکنیم، ولی من اینجا گلایدسکوپ رو دارم میبینم. بله میبینیم که گلایدسکوپ ست شد. خب تراتر رو کم میکنیم، دونه بدونه فلپ ها رو باز میکنیم، همینطور لندینگ گیر ها رو. این هواپیما اوتو بریک هم نداره، برای همین خودمون باید منوال بریکینگ بکنیم. خب چیزیمون نمونده به رانوی، فقط 1000 پا. اوتوپایلوت رو خاموش میکنیم. الان هدایت هواپیما کامل در دست من هستش. حالا اینقدر چالشی هست پرواز با این هواپیما. چرا دیر لود شدن این چراغا؟ نتونستم وایپرش رو پیدا بکنم که این از شر این قطره ها خلاص بشیم. ریتارد میکنیم. چرا این طوریه؟ ریورس رو فعال میکنیم و منوال بریکینگ. خب دیگه به ریورس نیازی نداریم و از این قسمت خارج میشیم. اوکی فلپ ها رو میبندیم کامل، سپویلر رو هم همینطور، اینها رو خاموش میکنیم، فلایت دایرکتور رو خاموش میکنیم، پروب هیت سویچ ها رو خاموش میکنیم. اینجا توقف میکنیم برای افتر لندینگ چک لیست. فرود نرمی بود اما خیلی غیر طبیعی چند بار پرش کرد، هنوزم دلیلش رو نفهمیدم. سپید بریک کلوز، فلاپ کلوز، ویندو شیلد هیت سویچز آف، پروپ هیت سویچز آف، لندینگ لایت سویچز اینها رو هم خاموش میکنیم، استروب رو هم خاموش میکنیم، تاکسی رو روشن میکنیم، ترانسپوندر هم که نداشتیم، فلات دایرکتور رو خاموش کردیم، آنتی آیس هم که متاسفانه یادمون رفته خاموش بکنیم، ایرادی نداره الان خاموش میکنیم. APU powerful switch on، سب میکنیم که APU باز بشه و start رو میزنیم. چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه که available بشه، همینجا وای میسیم که روشن بشه. API available شد، جنراتورش رو آن میکنیم، LCV و ایزولیشن رو هم آن میکنیم. اوکی گیتی که من توی این فرودگاه انتخاب کردم گیت 203 هست، امیدوارم اینجا نمایان باشه. 203 میشه اینجا. پس از این قسمت میایم وارد این بخش میشیم و گیت 203. اوکی استارتینگ تاکسی. اولی 201 هست، دومی 203 فکر کنم این باشه. خب نه این یکیه. از دوربین بالا برای پارک بهتر کمک میگیریم. همینطور از تصویر جلو
اوکی پارکینگ بریک رو ست میکنیم، تاکسی لایت رو هم خاموش میکنیم طبق چک لیست. آنبوردینگ چک لیست، پارکینگ بریک ست، تاکسی لایت سویچ آف، فول کنترلز کات آف، جنراتور سویچز آف، left and right boost pump switches off, 1 3B and 2 hydraulic switches off, ground GPU connect, external power AC switch on, APU generator switch off, APU LCV off, isolation switch off, and APU off, APU powerful switch closed, no smoking switch, and seatbelt switch off, ground handling رو هم به جز GPU همه با هم درایو آپ کنیم و بریم که در رو باز بکنیم. این هم از این. الان هواپیما در حالت استندبای قرار داره و آماده است برای انجام یک فلایت دیگه. اگه تمایل به انجام یک فلایت دیگه داشتید، این بار از قسمت نورمال استارت چک لیستتون رو شروع می‌کنید و هر زمان هم که خواستید به پایان برسونید پروازتون رو، بعد از انجام چک لیست، شات داون چک لیست رو هم انجام میدید و تمام.